سلام و درود، امیدوارم خوب و خوش و خورم و سلامت باشه. به به عجب هوایی، یه خورده ابریه، آفتاب در نیومده ولی خب خوبه، مناسبه. امروز هم اومدیم قدمی زدیم و اینجا نشستم که براتون یه ویدیویی هم بگیرم و به یکم موضوعات خیلی مهم میخوام برسم. خیلی از بچه‌ها وقتی میخوان برای ادامه تحصیل تو گروه‌های پزشکی برن سردرگمن کدوم کشور برن. اکثریت خب میخوان انگلیسی بخونن و نمیدونن کدوم کشورها انگلیسی زبانه یا کدوم کشورها به زبان انگلیسی میتونن و علوم پزشکی رو برن در اونجا بخونن، در انتخاب کشور به مشکل میخورن. امروز میخوام در رابطه این موضوع صحبت بکنم که کدوم کشورها در اروپا انگلیسی زبان هستن و تدریس به زبان انگلیسی میکنن و دانشجوی خارجی میپذیرن برای علوم پزشکی، پزشکی دندان، دارو، فیزیوتراپی و این رشته ها خوندن. اگه تا الان سابسکرایب نکردید کانال منو حتما سابسکرایب کنید، خوبه، خیلی خوبه، باور کنید پشیمون نمیشید. و خدمت شما عرض بکنم که لایک هم آخر سر اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، شیر کنید، کامنت بذارید. من کامنت هایی که شما برای من میذارید و برای من میفرستید توی اینستاگرام، توی واتساپ، توی نمیدونم تلگرام یا تو همین یوتیوب برای من پیام میذارن، من اینا رو میبینم و در پای موضوع میام صحبت. خب امروز میخوایم به موضوع دانشگاه‌های علوم پزشکی انگلیسی زبان اروپا بپردازیم. تا پایان این ویدیو با من همراه باشید. اکثریت بچه‌های ایرانی دوست دارن برن علوم پزشکی بخونن چون ظرفیت‌ها در ایران خب کمه و کنکور وجود داره. در این کنکور حدود 1.5 میلیون نفر شرکت می‌کنن، زیر رتبه 1000 معمولا قبول میشه، یعنی به ازای هر 1500 نفر یک نفر ورود میکنه به علوم پزشکی، پزشکی دندان داره. بس رقابت سختیه، رقابت راحتی نیست و همین دلیل خب خیلی از بچه‌ها عاشق رشته‌های علوم پزشکی، پزشکی دندان، دارو، فیزیوتراپی، پرستاری و خیلی رشته‌های از این دست هستن که میخوان برن و ادامه تحصیل بدن، ولی خب امکانش در ایران براشون وجود نداره. میخوان که برن خارج از کشور و تحصیل بدن. بیشتر مقصد بچه‌ها اروپا است. چرا؟ چون اروپا دوره‌اش کوتاه‌تره نسبت به امریکا و کانادا. همونطور که می‌دونید در امریکا و کانادا دوره پزشکی 4-4-1 یعنی 4 سال در واقع بیولوژی یا ساینس می‌خونن، بعد یه امتحان میدن در امریکا به نام USMLE، در کانادا امتحان امکت رو میدن، دو مرحله‌ایه، بعد مصاحبه دارن، بعد معدلشون 375 از 4 باید باشه. خلاصه که شرایط داره. بعد اگه قبول شدن تو مصاحبه میتونن ورود کنن، 4 سالم پزشکی بخونن، 1 سالم طب اورژانس بخونن، جمعاً 9 سال پزشکی. خب این دوره طولانیه، به علاوه اینکه اون امتحانی که به نام امکت در کانادا است و به نام USMLE در امریکا که سازمان ECFMG در امریکا امتحانو برگزار میکنه، خب امتحان سختیه واقعا، راحت قبول نمیشن بچه‌ها. رقابت هم رقابت فشرده ای، حتی بچه‌هایی که توی امریکا و کانادا هستن، یعنی بچه های ایرانی که اینجا به دنیا اومدن فارسی بلد نیستن حرف بزنن یا سیتیزن اینجا هستن، پاسپورت اینجا رو دارن، اینها هم برای ورود به پزشکی دندان پزشکی واقعا راه دشواری رو طی میکنن و راحت نیست. به همین دلیل خیلی از بچه های اینجا هم حتی میرن اروپا پزشکی دندان میخونن. خب بچه های ایرانی هم دوست دارن برن اروپا چون هم نزدیکتره، هم راحتتره، هم ورود خب شاید براشون بهتر است، هم دانشگاه دانشجو پذیر هستن. اما اروپا چند دسته میشه در واقع، ما قسمت بندی میکنیم اروپا رو به اروپای شرقی، اروپای مرکزی و اروپای غربی و کشورهای اسکاندیناوی. این تقسیم بندی که من در واقع دارم برای بچه‌هایی که میخوان برن علوم پزشکی رو. و حالا تو این 3-4 دسته تقسیم بندی که وجود داره کدوم ها انگلیسی زبان هستن و بچه های ایرانی رو اجازه ورود میدهند در پزشکی، دندان، دارو. تبلیغات توی اینترنت و توی وبسایت ها و توی شبکه ها اینا خیلی الان ماشاءالله تبلیغ، ولی واقعا کجا داره ورود میده به زبان انگلیسی؟ تاکید میکنم. ببینید از اروپای شرقی ما میایم جلو. در اروپای شرقی خب روسیه هست، اوکراین بود که متاسفانه به این رفت و بلاروس هست، خدمت شما عرض کنم بلغارستان هست، مولداوی هست، این کشورها هستن، رومانی هست که اینا اروپا شرقی حساب میشن به نوعی. در بین اینها خب اوکراین به زبان انگلیسی داشت ولی خب امروز جنگ نمیشه رفت، روسیه به زبان انگلیسی داره و دانشجو پذیره. در اوکراین دانشگاه تاراس شفچنکو یونیورسیتی بود و دانشگاه کارازین بود، دانشگاه ریاست جمهوری یا دانشگاه ماو
پرودنشیال یونیورسیتی، اینجا هم در واقع دانشگاهی بود به زبان انگلیسی دندان پزشکی داشت. تاراس شفچنکو در واقع رشته پزشکی به زبان انگلیسی ارائه میکرد و کارازین هم همینطور. اوکراین خب تمام نمیشه سمتش رفت دیگه، امروز روزی نیست که اوکراین دیگه بشه رفت برای تحصیل. در بلاروس دانشگاه مینسک هست که به زبان انگلیسی هست. این نکته هم بگم در تو تایید و عدم تایید لیست وزارت بهداشت وجود داره. اوکراین متأسفانه دانشگاهش تایید ایران نبود. بلاروس دانشگاه مینسک هست که به زبان انگلیسی پزشکی دندان و دارو میدهد و خب تایید ایران هم نیست. تا سال 95 تایید ایران بود. دانشگاه گرودنو هست، دانشگاه گومل هست، دانشگاه برسک هست، خیلی دانشگاه دیگه هم داره که اینا در واقع به زبان انگلیسی دانشجو میپذیرن در گروه پزشکی. در روسیه دانشگاه سچنوا هست، سماشکو هست، دانشگاه نووسیبریک هست، دانشگاه تامسک هست، خیلی دانشگاه زیاد داره که تایید ایران هست و سن پترزبورگ هست که معروفه که بچه ایرانی بیشتر خب سمت کازان هست بچه ایرانی، ولی خب بیشتر سمت دانشگاهی که توی پایتخت موسکو بود میرفتن، یعنی دانشگاه سچنوا و سماشکو و خدمت شما هستم اینا بیشتر طرفدار بود. در سن پترزبورگ هم دانشگاه در واقع پاولوف در سن پترزبورگ که اینا به زبان انگلیسی دانشجو میپذیرن، اما حالا تایید و عدم تاییدشون رو توی لیستی که هر سال وزارت بهداشت منتشر میکنه موجوده. من ویدئوی دیگری رو صحبت خواهم کرد، امروز در مورد عدم و تایید و تایید نمیخوام بگم، همین اشاره میکنم چون خیلی طولانی میشه ویدئوی من. یکی از اشکالات ویدئوی من اینه که خیلی طولانیه و من نمیخوام خارج از حوصله بشم. خب از روسیه میگذریم میایم این طرف. خدمت شما عرض بکنم که رومانی الان کارول داویلا است که تایید ایران به زبان انگلیسی دانشجو میپذیره. بلغارستان هست که دانشگاه سوفیا و وارنا هست که به زبان انگلیسی دانشجو میپذیره، اینا بلوک شرق محسوب میشن. میایم این طرف در اروپای مرکزی. در اروپای مرکزی رو خط سنترال یورپین که شما نگاه میکنید در بالا لهستان رو میبینید، چک، اسلوواک، مجارستان، کرواسی، صربستان، اسلوونی، اینا سنترال یورپین محسوب میشن. بین اینها کدوم ها به زبان انگلیسی هست؟ لهستان انگلیسی داره، در واقع دانشگاه گدانسک هست، دانشگاه ورشو هست، کوپرنیک هست و دانشگاه دیگه که حالا اینا به زبان انگلیسی دانشجو میپذیرن. البته ممکنه همه رشته ها رو انگلیسی ندن، مثلا در ورشو شما پزشکی دندان اینا رو میبینی به زبان انگلیسی، یا مثلا در کوپرنیک شما داروسازی رو به انگلیسی نمیبینی، فقط پزشکی رو به انگلیسی میبینی، دندان هم به انگلیسی نمیبینی. خب اینا هم تایید ایران هستن. بعد میایم خدمت شما عرض کنم که چک دانشگاه چارلز هست، چارلز در سه تا شعبه داره، در پراگ، در پلزن، در هرادیس کرالوا، اینا هم به زبان انگلیسی هست، دانشجو میپذیرن اینها هم. میایم پایین‌تر اسلوواک رو میبینیم، اسلوواک دانشگاه کامینیوس هست که تایید ایران هست، که اینایی که من براتون میگم همه رو من خودم نمایندگی داشتم و دارم، این نماینده این دانشگاه هستم، اینا که دارم اسمراتون میبرم. و خب دانشگاه کامینیوس هست در براتیسلاوا، در واقع اولین نمایندهش در ایران من بودم از 25 سال قبل، شاید 30 سال قبل، شاید نمیدونم، تاریخ خیلی دور. دانشگاه خوبیه، دانشگاه بد نیست، قدیمی ترین دانشگاه علوم پزشکی در واقع اسلوواک هست، در پایتخت در براتیسلاوا. بعد میایم پایینتر خدمت شما عرض بکنم که البته دانشگاه دیگه هم هست که الان من حضور ذهن ندارم دقیقاً بخوام براتون اسم دانشگاه رو بشمارم. در اسلوواک باز دانشگاه یه دانشگاه دیگه هم هست که اسمش خیلی سخته، حالا خاطرم نیست خودش. تعداد دانشگاه زیاده که اون رو هم من نمایندگی دارم از قضا. در مجارستان چهار تا دانشگاه میبینیم ما، دانشگاه سمل‌وایس در پایتخت که به زبان انگلیسی پزشکی دندان دارو دانشجو میپذیره و فیزیوتراپی و بینایی سنجی و مامایی و تغذیه و پرستاری و غیره، تربیت بدنی و اینا که تو پایتخت به زبان انگلیسی هم هست. دانشگاه علوم پزشکی آلبرت سنجورجی هست در شهر سگه، تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه با پایتخت فاصله داره، در جنوب غربی میشه در واقع، که باز به زبان انگلیسی پزشکی دندان دارو و مشتقات علوم پزشکی رو دانشجو میپذیره. در جنوب شرقی پایتخت سلند دانشگاه علوم پزشکی پچ هست، یادم رفت بهتون میگم، علوم پزشکی سگد 9 جایزه نوبل داره و حدود 380 سال خدمت داره. دانشگاه علوم پزشکی سمل‌وایز حدود 385 سال خدمت داره به نام پروفسور سمل‌وایز. در جنوب شرقی دانشگاه اونم باز فاصله تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه با پایتخت که بوداپست باشه، دانشگاه علوم پزشکی پچ هست، تأسیس 1367 میلادی، حدود 655 سال خدمت داره، دانشگاه بسیار خوبیه، پزشکی دندان دارو فیزیوتراپی بایوتکنولوژی اینا همه رو به زبان انگلیسی میپذیره دانشجو. میریم اون طرفتر تو شرق در واقع مجارستان دانشگاه دبرسن هست که دبرسن در
شهر دبرسن هست، دانشگاه قدیمی و دانشگاه بعدی نیست، دانشگاه خوبیه، تو مرز اوکراین هست. این روزا خیلی شلوغ، متاسفانه پناهندهای اوکراینی خب ورود کردن به خاطر جنگ اوکراین اونجا. همونطور که حدود 8 میلیون پناهنده اوکراینی الان در لهستان و چک و اسلواک و مجارستان پخش هستن و خب شهر دبرسن خود به خاطر این داستان پناهنده‌ها شلوغه. دانشگاه خوبیه، اونم پزشکی دندان و دارو اینا رو میده به زبان انگلیسی. میایم پایین تر خدمت شما، کشور بعدی که رو سنترال یورپین هست سربستان و کرواسیه که این هم دانشگاه لوبیانا، دانشگاه به زبان انگلیسی هست. البته لوبیانا تقریبا 3 سال یا 4 سال اگه شما به زبان انگلیسی دانشجو میپذیره و میریم این طرف در اصطلاحاً سمت اروپای غربی. اسلوونی هم هست دانشگاهی که به زبان انگلیسی میپذیره. میریم خدمت شما اصلا به سمت اروپای غربی. در اروپای غربی کشورهایی که به زبان انگلیسی باشن تعدادشون کمه، مثلا آلمان هست که خب آلمان به زبان انگلیسی دانشجو نمیپذیره، اتریش هست که به زبان انگلیسی نمیپذیره و اصلا کلا ورود به پزشکی، دندان، دارو در آلمان، فرانسه، اتریش بسیار سخته. شاید جالب باشه براتون، بیشترین آمار دانشجویان خارجی در کشور مجارستان و در کشور چک، این دوتا کشور مخصوصا که خیلی مرتوجه است، و لهستان رتبه سوم، بیشترین آمار دانشجویان خارجی در این سه تا کشور آلمان ها هستن. چرا یک آلمانی میره در مجارستان، در چک، در اسلوواک، در لهستان پزشکی دندان و دارو میخونه؟ مگه تو کشور خودش نمیتونه بخونه؟ در آلمان و در اتریش ورود به پزشکی و دندان پزشکی برای خود آلمان ها و اتریشی ها بسیار سخته، کنکور داره، امتحان داره، راحت قبول نمیشن. به همین دلیل میرن توی کشورهای مجار و چکسلواک و لهستان، اونجا ورود میکنن به زبان انگلیسی یا به زبان آلمانی. حتی ببینید در مجارستان دانشگاه دو زبانه هستن، سه زبانه هستن در واقع، انگلیسی، آلمانی و مجاری. یعنی یک آلمانی میاد در مجارستان به زبان آلمانی حتی میره دانشگاه، یعنی به زبان آلمانی بهش تدریس میکنن. و به همین دلیل خدمت شما عرض بکنم که ورود به پزشکی دندان برای اینها سخت، میان تو این کشورها میخونن. پس اگر جایی شنیدید که ما برای شما پزشکی آلمان میگیریم، میرید آلمان فری میخونید، رایگان میخونید، یا دندون پزشکی میرید آلمان میخونید، یا میرید اتریش میخونید، یا میرید فرانسه میخونید، اینا به نظر من توهمه. اگر آلمان و اتریش و فرانسه صندلی اضافه و خالی داشتن که خب میدادن به بچهای خودشون. بچهای خودشون چرا اومدن رفتن تو اروپا دارن پخش میشن که پزشکی دندان و دارو بخونن؟ مثل این میمونه که ما بگیم ما یک مثلا آلمانی رو میاریم این تو ایران دانشگاه شهید بهشتی میتونه ورود کنه. خب باید کنکور بده. خب ما صندلی اضافه داشتیم بچهای خودمون ورود میکردن. کنکوری که تو ایران وجود داره خب بچه‌ها نمیتونن ورود کنن. ببینید دقیقاً همین موضوع هست. میریم از آلمان و اتریش و فرانسه میگذریم. البته تو آلمان دانشگاه انگلیسی زبان اینترنشنال داریم در هامبورگ، شهریش از 18000 یورو شروع میشه تا 24000 یورو میره. اینجا علوم پزشکی رو داره میده، به زبان انگلیسی هم میده، ولی هم تایید ایران نیست، هم دانشگاهی که اینترنشنال آزاده دیگه، در واقع به صورت آزاد دانشجو میپذیره که از قضا من باشون کارم میکنم. میریم اون طرفتر خدمت شما عرض کنم که ایتالیا. ایتالیا دانشگاه به زبان انگلیسی داره، دانشجو میپذیره. البته زبان عمده ایتالیا ایتالیایی دانشگاهشون، اما به زبان انگلیسی هم دانشجو میپذیرن. ظرفیت بسیار کم، بین 80 نفر تا 120 نفر در سال شنیدم به زبان انگلیسی دانشجو میپذیره که ظرفیت بسیار کمیه. بچه‌هایی که میخوان موفق تر باشن در ایتالیا باید زبان ایتالیایی بخونن، لالینگوا بخونن، برن امتحان آیمت شرکت کنن. سوالات آیمت هم فقط فیزیک، شیمی و زیست و زبان ایتالیایی یا اینها نیست. حتما اونایی که میخواد تو زبان انگلیسی ورود بکنه اونجا باید حتما آیلتس داشته باشه، آیلتس 6.5 داشته باشه. اونی که میخواد به زبان ایتالیایی ورود کنه باید قطعا زبان ایتالیاییشو کامل بکنه، درجه B2، و خدمت شما هم امتحان آیمت رو شرکت کنه. توی امتحان آیمت هم علاوه بر سوالات شیمی و زیست و زبان ایتالیایی، خدمت شما عرض بکنم که سوالات هوش هم هست، فلسفه هم هست، منطق هم هست، یه سری سوالایی اصلا شما میبینید که آمار و ریاضی هم میبینید درش. اینکه خدا یعنی چه ربطی داره به گروه پزشکی؟ این شکلیه، یعنی در واقع بچهای باهوش رو میخوان جذب کنن. از ایتالیا که بگذریم خدمت شما عرض بکنم، اینم میخواستم بگم تو ایتالیا ورود به دندان پزشکی میشه گفت یه جورایی نشدنیه، بسیار بسیار سخته، به زبان ایتالیایی حتی. در پزشکی سخت است ولی شدنیه، در دارو شدنی تره، در رشته های پیرا پزشکی مثل فیزیوتراپی و اینها شدنی تره.
خدمت شما عرض بکنم که از ایتالیا که بگذاریم، اسپانیا به زبان اسپانیایی، پرتغال به زبان پرتغالیه، در اسپانیا به زبان انگلیسی هم البته دانشجو میگیرن ولی باز بسیار سخت، به زبان اسپانیایی بچه‌ها شانس ورود دارن ولی باید زبان اسپانیایی رو کامل بخونن. بعضی از ایالت‌ها هستن مثلا شما میری سمت دانشگاه بارسلون کاتالونیا مثلا یا دانشگاه کاتالونیا، شما میسی اصلا کاتالان یاد بگیری که با اسپانیایی بود متفاوته. که من یه ویدئویی رو پر کردم با یکی از بچه‌های خیلی عزیزم دکتر کامران یحیی آبادی که اونجا داره میخونه، تحصیل در اسپانیایی منو ببینید حتما، ویدئویی که خیلی کمکتون میکنه. از اسپانیا و پرتغال که بگذریم، کشور انگلیسی زبان که دانشجو بپذیرد برای پزشکی دندان و دارو انگلستان و ایرلند هست که اینها به زبان انگلیسی دانشجو بپذیرند، اصلا زبان مادریشون انگلیسی هست و ورود به پزشکی دندان کار بسیار سختی هست در این کشورها، رقابت وجود داره، ای لول و لول باید بخونن بچه ها، خدمت شما که نمراتشون باید قابل قبول باشه، باید امتحان بدن و شهریاش هم که خب الا مشهد، یعنی شهریا از 28000 پوند شروع میشه میره تا 50000 پوند هم متفاوته، دانشگاه به دانشگاه متفاوت هست. خدمت شما هستم که علاوه بر اینکه راحت هم نمیشه ورود کرد، خیلی از بچه‌هایی که امروز توی انگلستان اقامت دارن اصلا خانوادگی اونجا هستن، میان باز توی اروپای مرکزی، مجار، چک، اسلوواک، لهستان، تو این کشورها میان پزشکی و دندان و دارو میخونن، چون هم ارزونتره براشون، هم شدنیتره، هم ورود راحتتره. خب از اونها که بگذریم میریم سراغ اسکاندیناوی. کشورهای اسکاندیناوی سوئد، نروژ و دانمارک. زبان اینها اصطلاحا میگن زبان نوردیک یا کشورهای نوردیک هستن اینها و به زبان انگلیسی دانشجو برای علوم پزشکی نمیپذیرن، حتی به زبان خودشون هم نمیپذیرن. یعنی شما سوئدی هم حتی یاد بگیری نمیتونی وارد پزشکی بشی، دنیش هم یاد بگیری، دنیش تست تو هم امتحان بدی و دانمارکی یاد بگیری باز نمیتونی وارد بشی، نروژ هم همینطور. جز پنج کشوری هستن که در مجارستان آمار خیلی زیادی دانشجو شما میبینید، یعنی بعد از آلمان، اتریش و فرانسه دانشجوهای نروژی، سوئدی، دانمارکی، مخصوصا نروژی ها سوئدی ها میان توی مجارستان میخونن و از قضا شهریه هاشون طبق معاهداتی که بین وزارتین دوتا کشور هست برای اینها رایگانه، یعنی شهریه از اینها نمیگیرند و اینا میان توی مجارستان رایگان میخونن. خدمت شما عرض بکنم که اینم از کشورهای اسکاندیناوی، یعنی ورود به کشور اسکاندیناوی در علوم پزشکی هم میشه گفت نشدنیه. دیگه اگه کشوری باقی مونده باشه که من تو ذهنم نباشه، خدمت شما هستم بلژیک و هلند و لوکزامبورگ که اینها هم جز اروپای غربی محسوب میشن، اینها هم ورود به پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی میشه گفت نشدنیه، نمیدهن، شرایط بسیار بسیار سخته، به زبان انگلیسی هم نیستن، زبان آلمانی و دوچ و فرانسوی هستن و خدمت شما عرض بکنم که میشه گفت نشدنی هست. عملاً تعداد گزینه‌هایی که شما می‌بینید که به زبان انگلیسی میشه وارد شد، انگلیس، ایرلند، مجار، چک، اسلوواک، لهستان، اسلوونی، کرواسی و صربستان که اینا تازه شروع کردن انگلیسی رو، این طرف هم میریم خب اوکراین بود و بلاروس و روسیه که اوکراین ابین رفته، بلاروس و روسیه پاورجا است و رومانی و بلغارستان. اینا کشورهایی هستن که شخص میتونه وارد بشه که از هر کدوم این کشورها که گفتم یه تعداد دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد. شما میتونید اینا فکر کنید برای رفتن و علوم پزشکی خوندن، که البته همه اینها بلا استثنا اکثریتشون میشه گفت در واقع یک دوره پرمدیکال کورس دارن، دوره پیش دانشگاهی دارن برای آمادگی، حالا در روسیه بهش میگن پاتفک، در بلاروس بهش میگن پاتفک یا پرکورس، در اوکراین هم همینطور، در مجار چکسلواکی و لهستان میگن اصطلاحاً پرمدیکال کورس یا پرپاراتوری کورس و خدمت شما هستم که اون طرف تو انگلیس هم میگن ای لول و او لول و اینها، و این دوره رو بچه‌ها می‌گذرونن. بعد از دوره پیش دانشگاهی با یه امتحان ورودی دانشگاه رو بدن، امتحان ورودی دانشگاه اگه قبول بشن امتیاز لازم رو بیارن میتونن وارد شن. امتحان ورودی دانشگاه من بیش از 20 تا ویدیو درست کردم براش، میتونید ببینید، کنکور نیست، یعنی اینطوری نیست که 1.5 میلیون نفر شرکت کنن 1000 نفر قرار باشه وارد شه، یعنی هر 1500 نفر یک نفر،
در مجارستان تقریبا هر دو نفر یک نفر، هر 1.5 نفر یک نفر. امروز که کرونا هست که تعداد دانشجوی ایرانی بسیار 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 کم شده و رقابت هم کم شده. نتیجتا قدیم امتحان رو فقط تا ماه جون میگرفتن، الان دیگه اپریل شروع میکردن به امتحان و تا ماه جون امتحان میگرفتن 10-12 نوبت. الان اپریل امتحان میگیرن، می امتحان میگیرن، جون امتحان میگیرن، جولای دارن امتحان میگیرن، آگوست هم ممکنه حتی امتحان بگیرن چون تعداد شرکت کننده کم شده. این از خوش شانسی بچه‌های ایرانی که امروز اگه میخوان اقدام بکنن. خب این بود ویدیو طولانی من در رابطه با دانشگاه‌های انگلیسی زبان اروپا که پزشکی، دندان، دارو به بچه‌های ایرانی ارائه میدن و علوم پزشکی کلا، پیراپزشکی‌ها رو. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. هوا محشر امروز خیلی خوبه، یه خورده خونه که من کاپشن رو پوشیدم. اگه تا الان لایک نکردید و سابسکرایب نکردید، اول سابسکرایب کنید بعد لایک رو بزنید اگه فکر کردید ویدیو براتون مثبته، بعد کلید زنگوله رو بزنید حتما که اگر من ویدیو جدیدی منتشر کردم به دستتون برسه. بعد از همه اینا کامنت بذارید، سوالی دارید، جوابی دارید، اصطلاحا میخواید موضوعی رو مطرح کنید، چیزی قرار من تحقیق کنم در مورد صحبت کنم، بگید، من در خدمتتون هستم. خوشحال میشیم، حتما کامنت بذارید. لطف بزرگ شما اینه که لینک ویدیو منو شیر کنید با همه بچه‌هایی که میخوان برای تحصیل، ادامه تحصیل اقدام بکنن و نیاز به اطلاع دارن. من سعی میکنم که ویدیوهای زیادی رو منتشر کنم در رابطه با موضوعات مختلف. بیش از 30 سال فعالیت میکنم، از سال 1990 در واقع به صورت غیر رسمی، 92 به صورت رسمی، 1992 و خدمت شدم، بیش از 30 جلد کتاب نوشتم. امروز یک کسی حوصله کتاب خوندن نداره و این خیلی بده، خیلی بده. انشالله که کتاب بخونید. من بیش از 300 تا ویدیو درست کردم، همینجا آمارش داره بالاتر میره، امیدوارم به 1000 ویدیو برسه، رکورد بزنیم. سلامت اگر باشیم حتما میرسه، خدا عمری بده حتما میرسه. خدمت شما عرض بکنم که از حمایتاتون ما رو دریغ نکنید، پاینده و پایدار و پویا باشید. یا اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید، همین الان سابسکرایب کنید، کلید زنگوله رو فشار بدید تا اگر ویدیو جدیدی منتشر کردیم خیلی سریع مطلع بشید. اگر ویدیوی ما خوشتون اومده حتما لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.